سرخط خبرها. به رغم اختلافات اولیه ایران و عربستان، وزرای اوپک بر سر افزایش 1 میلیون بشکه نفت در روز به توافق رسیدند. اینجا در وین، در مقر اصلی اوپک، مذاکرات درباره سهم هر کشور از این میزان افزایش همچنان ادامه دارد. رقابت تنگاتنگ در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه. نظرسنجی ها میگویند رأی‌گیری یک شنبه احتمالاً به دور دوم خواهد رفت. سرنوشت ماهیگیران ایرانی که در آبهای سومالی گرفتار میشوند. 17 صیاد به خانه برگشتند، 4 ملوان هنوز در اسارتند. و برگزاری روز جهانی یوگا در زادگاهش هند و دیگر کشورها. سلام، با اولین بخش خبری امروز جمعه از تلویزیون فارسی بی بی سی. سازمان کشورهای صادرکننده نفت تصمیم گرفته تولیدش را افزایش دهد. عربستان به همراه روسیه که عضو اوپک نیست در تلاش بودند تا سقف تولید را حدود 1 میلیون بشکه در روز بالا ببرند. ایران سومین تولیدکننده اوپک از اعضا خواسته بود مقابل فشارهای رئیس جمهوری آمریکا برای کاهش قیمت نفت بایستند و میزان تولید را افزایش ندهند. حالا طرفین به یک توافق رسیدند. خبرنگار ما امیر پایور از محل این نشست در وین اتریش با ماست. امیر، چه بیشتر می‌دونیم درباره این توافق و فرمولی که قراره به کار ببرن یا میخوان تصمیم بگیرن درباره اون؟ نادر، همونطور که اشاره کردی روی رقم 1 میلیون بشکه به توافق رسیدند، ولی همین الان که با شما صحبت میکنم مذاکرات همچنان ادامه داره در مورد اینکه سهم هر کشور از این 1 میلیون بشکه چقدر خواهد بود. نکته مهم درباره این افزایش تولید این است که ظاهر اون رو این قرار خواهند داد که برای جبران کاهش تولیدی است که مثلا از طرف ونزوئلا یا لیبی در بازار صورت گرفته. یعنی در واقع میگن که اون کاهش تولیدی که 16 ماه پیش توافق شده بود الان خیلی بیشتر از اون در بازار کم شده، که آمار هم این رو نشون میده. تقریبا 1 میلیون بشکه بیش از اون 1,800,000 بشکه‌ای که 18 ماه پیش توافق شده بود. ولی این 1 میلیون بشکه‌ای که الان اضافه خواهد شد و روش توافق شده، اصطلاحاً 1 میلیون رقم اسمی است. یعنی اینکه در عمل حالا باید مشخص شه هر کشوری چه سهمی میگیره و اون سهم رو حالا ممکن است که خودش تولید کنه یا تولید نکنه و یا به کشور دیگه ای بده. به این ترتیب در واقع اتفاقی که میفته، چک سفید امضایی به عربستان یا روسیه برای پر کردن اون 1 میلیون بشکه داده نخواهد شد، بلکه کشورها سهمیه‌های خودشون رو حفظ میکنن و یا حتی اون سهمیه‌ها رو معامله میکنن با هم دیگه، که این فرمولی است که ما شنیدیم در واقع جزء پیشنهادات است. البته باید منتظر باشیم تا ببینیم آیا این فرمول تایید میشه یا نه. و این چیزی است که در واقع بعد از این ملاقات کلیدی صبح امروز بین وزرای نفت ایران و عربستان در واقع روش توافق شد، چون میدونیم همونطور که گفتی امروز صبح فکر میکردیم که توافقی در کار نخواهد بود. بعد از این ملاقات کلیدی و قبل از جلسه اصلی وزرا با آقای زنگره در مورد این توافق صحبت کردم. نزدیک شدیم به یک تفاهمی، ولی خب باید متن نهایی رو با هم نهایی کنیم. متن نهایی شامل چی خواهد شد؟ چی رو حالا بزنین اول دارن در مورد افزایش تولید به چه نظری؟ ببینید، اساسش بر این است که ایشان گفتن، این است که ما مخالفتی با این که اوور کامپلاینس یا رعایت بیش از 100% از بازار برداشته بشه نداریم. با چه فرمولی؟ چی میتونه؟ ونزوئلا که خودش نمیتونه. ایناش به اساسه. قرار نیست که تدابیر ویژه ما بکنیم. ما فقط تصمیم بگیریم. خب بس این است که کشورها بتوانند در سقفی که در اوپک براشون تصمیم شده تولید بکنن. که این تصمیم جدیدی نیست. همونطور که شنیدیم لحن آقای زنگنه خیلی با دیروز دیشب متفاوت بود و در واقع صحبتش از این
از اینکه در واقع این توافق برای جبران کاهش بیش از اندازه تولید هست بود. این چیزی است که در واقع ایران دنبالش بود که این افزایش تولید به عنوان یک در واقع پذیرفتن فشار آمریکا مطرح نشه. همزمان وزیر انرژی عربستان هم از توانایی این کشور برای تولید نفت تا هر چقدر که بازار نیاز داشته باشه به ما گفت. ما هم با کشورهای اوپک و هم با غیر اوپک در حال مشورت بوده ایم. فکر میکنم اجماعی حاصل شده مبنی بر اینکه لازم عرضه رو تا رقم اسمی 1,000,000 بشکه اضافه کنیم. این عرضه اضافی بین کشورها تقسیم میشود. امروز و فردا درباره سهم کشورها تصمیم میگیریم، اما تصمیم اصلی گرفته شده و آن اضافه کردن 1,000,000 بشکه بر عرضه است. چه کشورهایی این افزایش تولید رو به عهده خواهند گرفت؟ عربستان نقش خود را بازی خواهد کرد، ولی سهم دقیق هر کشوری در 48 ساعت آینده تعیین میشه. سهم عربستان چقدره؟ هر چقدر که لازم باشه. ما آماده ایم. وزیر انرژی عربستان بود. امیر، حالا وقتی جزئیات این توافق بیشتر مشخص بشه چه تأثیری ممکنه در بازار بگذاره؟ داده کاملا بستگی به این داره که رقم افزایش واقعی در بازار چقدر باشه، یعنی سهم هر کشور چقدر باشه و آیا اون سهم رو اون کشور میتونه خودش تولید کنه یا نه، و یا اینکه قرار است به کس دیگه ای بده. برای همین است که ما میگیم این 1,000,000 بشکه 1,000,000 اسمی است و البته همش هم مربوط به اوپک نخواهد بود. بخشی از این 1,000,000 بشکه فردا تصمیم گیری خواهد شد وقتی که اوپک و غیر اوپک با هم ملاقات میکنن. من اینجا هم یک جنب جوش خاصی میبینم. فکر میکنم ممکن است تا دقایقی دیگر در یک نشست مطبوعاتی جزئیات توافق اینجا اعلام شه. همه خبرنگاران کم کم دارن به اتاق رسانه های اوپک برمیگردن. منتظر باشید با جزئیات این توافق. منتظر خواهیم بود امیر، یا در این بخش خبر یا در بخش بعدی خبر راجع به اون جزئیات. متشکرم از امیر پایور در نشست اوپک در وین. در دو خبر کوتاه، کارنامه حقوق بشر ونزوئلا به باد انتقاد گرفته شده. شورای حقوق بشر سازمان ملل نهادهای امنیتی را متهم کرده که در لوای مبارزه با تبهکاران صدها نفر را به قتل رساندند. به گفته این نهاد شواهد معتبر نشان می‌دهد این ماموران در مناطق عمدتاً محروم مردان جوان را در خانه‌هایشان کشتند و بعد مدارک ساختگی آنجا کاشتند تا نشان دهند قربانیان با آنها تیراندازی کرده بودند. رئیس شورای حقوق بشر گفته این گزارش را در اختیار دادگاه بین‌المللی کیفری خواهد گذاشت. و ایتالیا تهدید کرد یک قایق حامل مهاجران را که به سواحل این کشور نزدیک شده ضبط و خدمه آن را بازداشت کند. ایتالیا مقصد اولیه بسیاری از پناهجویان عمدتاً آفریقایی است که از آب‌های لیبی دریای مدیترانه را طی می‌کنند تا به اروپا برسند. نهادهای غیر دولتی با قایق‌های خود به این مهاجران در این سفر پرخطر کمک می‌کنند و دولت تازه ایتالیا به شدت از آنها انتقاد کرده. در همین حال سازمان ملل می‌گوید در روزهای اخیر بیش از 200 نفر در آب‌های لیبی غرق شدند. در ترکیه نظرخواهی‌ها نشان می‌دهد انتخابات ریاست جمهوری ممکن است به دور دوم بکشد. حزب حاکم عدالت و توسعه هم ممکن است نتواند اکثریت کرسی ها را از آن خود کند. مردم این کشور یک شنبه پای صندوق های رأی می روند برای انتخاب رئیس جمهوری و نمایندگان پارلمان. رجب طیب اردوغان که عملا 15 سال قدرت را در دست داشته می خواهد برای بار دوم به مقام ریاست جمهوری برسد. رقیب اصلی او محرم اینچه دیروز در یک گردهمایی بزرگ در ازمیر وعده داد در صورت انتخاب به 2 سال وضعیت اضطراری پایان دهد. از استانبول خبرنگار مرتضی فرهمند با ماست. مرتضی، بیشتر برامون بگو از مبارزات انتخاباتی و رقبای آقای اردوغان. فضای خیلی سنگین انتخاباتی در ترکیه حس میشه. در شهر استانبول به خصوص بسیار خیابان‌ها آکنده از تبلیغات رنگارنگ انتخاباتی است. نامزدها هم در روزهای گذشته به هر روز به شهری سفر کردند و گرد همایی انتخاباتی بوده.
اما به نظر میرسه که از لحاظ تبلیغات انتخاباتی خیلی وزنه به سمت آقای اردوغان متمایله، یعنی حجم تبلیغاتی که از آقای اردوغان در سطح شهر دیده میشه، در جاهایی که بیلبورد ها بیشتر دیده میشن بیشتر تبلیغات آقای اردوغان رو میبینیم، یعنی نسبتش رو همینطوری به شکل شخصی هم وقتی در خیابان ها میگذره میبینیم که با یک فاصله بسیار زیادی تبلیغات مربوط به آقای اردوغان بیشتر از رقیبان اوست و این رو آمار هم تایید میکنه، به خصوص وقتی که میرسه به سهمی که رسانه های دولتی دادند به هر یک از نامزدها. مثلا تلویزیون دولتی ترکیه ترته اونطور که آمار نشون میده به آقای اردوغان 181 ساعت وقت داده، در حالی که به رقیب دیگر او محرم اینجه 15 ساعت، به خانم مرال آقشنر 3 ساعت، به آقای قرم الله اغلو از حزب اسلامگرای سعادت 1 ساعت، به دوغو پرینچک از حزب وطن 38 دقیقه و به صلاح الدین دمیرتاش از حزب دموکراتیک خلق‌ها نامزدی که زندانی است 32 دقیقه. یعنی این فاصله بین 32 دقیقه تا 181 ساعت نشان دهنده یک در واقع تبعیض بسیار شدیدی است که تلویزیون دولتی ترکیه گذاشته میان در واقع نامزدهای انتخاباتی. خبرگزاری آناتولی هم متهم به جانبداری انتخاباتی. یک خبری از این خبرگزاری منتشر شد حاکی از اینکه 52 درصد آرا به نفع، در واقع خبری که پیشاپیش گویا داده شده که حزب عدالت و توسعه 52 درصد آرا رو به دست میاره و بعد بلافاصله برداشتن و گفتن که این اشتباه بوده. اما در همین اسنا خانم مرار آقشنر متهم کرد خبرگزاری رو که میدونیم رئیس خبرگزاری هم داماد آقای اردوغانه، که اینها به این شکلی دارن که در واقع افکار عمومی رو سعی دارن آماده میکنن و میخوان بر افکار عمومی اثر بگذارند. و در مقابل هم رئیس خبرگزاری آناتولی گفت که به خاطر این افترا خانم آقشنر رو به دادگاه خواهد کشاند و تقاضای 1 میلیون دلار خسارت میکنه. همین خانم آقشنر که ازش نام بردن یکی از پدیده های انتخاباتی است و اولین زنی است که در تاریخ ترکیه نامزد ریاست جمهوری شده. اطلاعات بیشتر در مورد او رو میتونید در گزارش من ببینید. Ne mutlu Türk'üm diyene. دم گرفته اند چه خوشبخت است آن که میگوید من ترکم. شعار آتاتورک بنیانگذار ترکیه نوین که زمانی بر در و دیوار سراسر ترکیه نقش بسته بود، اما دیگر سال هاست به ندرت دیده و شنیده می شود. اینجا در گرد همایی حزبی نوظهور که نام ای یعنی خوب بر خود نهاده، آتاتورک و شعارهای ملی گرایانش احیا می شود. İYİ Parti'nin durduğu yer hala o da bir yapıla gelmekte olan. جایگاه حزب خوب هنوز در مرحله شکلگیریه و زمان میبره تا هویت سیاسیش مشخص بشه. اما جریان‌هایی که سنگ بنای حزب رو تشکیل میدن جریان‌های تازه‌ای نیستن. حزب خوب بنیاد خودش رو بر پایه سنت‌های قدیمی سیاست ترکیه گذاشته. این حزب در واقع امتداد اندیشه های راست محافظه‌کار در ترکیه قرن 21. حزب خوب واکنشی است به ائتلاف حزب حرکت ملی با اردوغان، ائتلاف ملی ها با مذهبی ها. İYİ Parti'ye oy vereceğini söyleyecek kitleye baktığımız zaman iki farklı. از لحاظ سیاسی دو گروه متفاوتو میبینم که میخوان به حزب خوب رأی بدن. یکی اونایی هستن که هویت سیاسیشون راست میانه بوده، اما به دلیل سبک زندگیشون در 15 سال گذشته به حزب جمهوری خلق رأی دادن، ولی حالا که یه حزب راست میانه تشکیل شده بهش رو آوردن. گروه دیگه هم ملی‌گراهایی هستن که همیشه به حزب حرکت ملی رأی میدادن، ولی بعد از اینکه این حزب با حزب عدالت و توسعه ائتلاف کرد از این حزب احساس دوری میکنن. از لحاظ اقتصادی هم بیشتر میبینم که خرده کاسبا و صاحبان سرمایه های کوچک به حزب خوب توجه میکنن. حزب خوب را مرال آقشنر با جدایی از حزب حرکت ملی بنیاد نهاده. خانم آقشنر 21 سال پیش نخستین زنی بود که در ترکیه به وزارت کشور رسید.
حزب خوب روی کسب آرای ملی‌گرایان سکولار حساب باز کرده و چه بسا روی زن بودن نامزد ریاست جمهوریش. اما ترکیه کشوری نیست که رسیدن زنان به مقام‌های بالا در اون رخداد عجیب و جالب توجهی باشه و بتونه به عنوان ابزار جلب آرا ازش استفاده بشه. از سوی دیگه زن بودن خانم آخشنر هم لزوماً به این معنی نیست که حتما زنان به اون رأی خواهند داد. اینطوری نیست که چون زنه من ازش حمایت کنم. من به برنامه هاش نگاه میکنم. این که زن باشه یا نباشه چیزی رو برای من عوض نمی کنه. البته اینکه یه زن نامزد ریاست جمهوری بشه خیلی قشنگه و من از چنین چیزی خیلی پشتیبانی میکنم. اما اینکه چون یه زن نامزد بشه من بهش رای بدم، نه، چون این چیزی نیست. من دل به حزب دیگه ای دادم که رو به اتحادیه اروپا کرده و به هیچ وجه هم از نظرم بر نمیگردم. فکرمدن وازگچمیورم. خوش کردینیز، شرفلر گتیردینیز. در گمان زنی ها اقبال چندانی برای ریاست جمهوری مرال آخشنر مطرح نمی شود. چوب تشکر ادارم. و کار کرده او و حزبش را بیشتر در کاستن از آرای هم ائتلاف حاکم ملی مذهبی به رهبری رجب طیب اردوغان می دانند و هم رقیبش محرم اینجه از حزب جمهوری خلق. نظرسنجی های مختلف فعلا نشون میده که آقای اردوغان پیشتازه و در پی او آقای محرم اینجه و خانم مرال آخشنر هستند و به احتمال زیاد هم انتخابات به دور دوم کشیده بشه که احتمالش بیشتر دایر هست میان آقای اردوغان و آقای اینجه. متشکرم مرتضی. مرتضی فرهمند در استانبول. سرخط خبرهای مهم روز. با وجود مخالفت‌های اولیه ایران، سازمان کشورهای صادر کننده نفت بر سر افزایش 1 میلیون بشکه نفت در روز به توافق رسیدند. 2 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد رأی‌گیری ممکن است به دور دوم کشیده شود. در ادامه برنامه، تمرین‌های تیم ملی ایران پشت درهای بسته 3 روز مانده به مسابقه با پرتغال. هفده صیاد ایرانی که ماها در سومالی در زندان بودند بالاخره به خانه برگشتند. آنها پارسال به دلیل ماهیگیری غیرمجاز در شمال سومالی دستگیر شده بودند. اما از سرنوشت 4 ملوان ایرانی هیچ اطلاعی در دست نیست. آنها در میان عده‌ای از یک گروه 21 نفره بودند که از 3 سال پیش به اسارت دزدان دریایی در آمده بودند. آنایتا شمس توانسته با رابط دولت ایران با دزدان دریایی سومالی صحبت کند. ایرانی ها در این سالها در گذر از آبهای سومالی هم اسیر دزدان دریایی شدند، هم به دلیل ماهیگیری غیرمجاز سر از زندانهای سومالی درآوردند. داستان ملوانان ایرانی قایق ماهیگیری سراج هنوز ادامه دارد که حدود 3 سال پیش با 21 صیاد به دست دزدان دریایی افتاد. 8 نفر آنها زیر شکنجه و از فرط گرسنگی جان دادند و 5 نفر هم موفق به فرار شدند. هفته پیش خبر رسید که 4 ملوان دیگر از این قایق آزاد شدند. وزارت خارجه گفت که آنها با همکاری نیروهای قدس سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات آزاد شدند. بی بی سی توانسته با کسی که در چند سال گذشته در ارتباط مستقیم با این افراد بوده صحبت کند. I've been involved with looking after this crew and I've been able to get rations and food and medical supplies. من در 4 سال گذشته مسئول غذا رسانی و دارو به این افراد بودم. نجات گروگان هایی که من باهاشون کار میکنم تمام تلاششون رو در چند سال گذشته کردن که این افراد زنده بمونن. الانم برای این 4 نفر باقی مونده ما داریم تلاش میکنیم. من میدونم اونا زنده ان و تقریبا محل نگهداریشون رو هم میدونم کجاست. با دزدا در ارتباط هستیم و سعی می‌کنیم تا زمانی که معامله‌ای با دزدای دریایی انجام بشه اونها زنده بمونند. اما 4 نفر باقی مانده کجا هستند؟ بخشی از جواب اینه که این 8 نفر در 2 گروه مختلف نگهداری می‌شدند و در مکان‌های مختلف. به نظر میاد که نیروهای ایرانی تونستن تنها به 4 نفری که در منطقه جنوبی بودند دسترسی پیدا کنند. در دیداری که من با مقام‌های رسمی ایران اینجا در نایروبی داشتم، صحبت از این بود که اگه بتونن 4 نفر دیگر رو هم نجات بدن.
ملوان‌های آزاد شده از دست دزدان دریایی از شکنجه‌های دردناک گفتند، از قفل زدن به پاهایشان به درختان برای روزها تا مستقر کردن آنها در مکان‌های مختلف و بی‌نشان. هفته گذشته 17 صیاد دربند به ایران برگشتند. آنها حدود یک سال پیش در حال ماهیگیری غیر مجاز در شمال سومالی بازداشت شده بودند. دادگاهی در پونتلند آنها را به 2 سال حبس و پرداخت جریمه نقدی محکوم کرده بود. آنها سرانجام جریمه نپرداختند اگرچه کشتیشان مصادره شد و 1 سال از محکومیت خود را در حبس گذراندند. وزارت خارجه گفته این صیادان پس از پیگیری‌های دیپلماتیک و کمک سفارت ایران در کنیا آزاد شدند. خبرهایی درباره بازگشایی سفارت ایران در سومالی منتشر شده که می‌تواند راه را برای برگرداندن 4 اسیر باقی مانده باز کند. آناهیتا شمس، بی بی سی. در جام جهانی روسیه نیمه اول بازی برزیل و کاستاریکا تمام شده. نتیجه تا اینجا بدون گل مساوی. برزیل در بازی اولش با سوئیس 1-1 مساوی کرد. کاستاریکا هم با 3 گل از صربستان شکست خورد. بعد از بازی امروز نیجریه و ایسلند بازی می‌کنند و سپس صربستان و سوئیس. اما تیم ملی فوتبال ایران 3 روز دیگر آخرین بازی خودش در مرحله گروهی رو با پرتغال انجام میده. کادر فنی ایران تصمیم گرفته که تمرینات امروز رو پشت درهای بسته انجام بده. خبرنگار ورزشی پوریا ژافره که دیروز در کمپ ایران بود از مسکو با ماست. پوریا، چرا تصمیم گرفته شد که تمرینات پشت درهای بسته انجام بشه؟ سوال خیلی خوبی کردی نادر. فراموش نکن که در این مسابقه پروتکلی که برای ایران رعایت میشد، طبق اون چیزی که فیفا گفته 2 روز قبل از مسابقه تیم ملی باید خودش رو به اونجا برسونه و معمولا شب 2 روز به مسابقه ایران با هواپیمای چارتر رفت به سن پترزبورگ یا به کازان. حالا بازی سوم در سارانس که همین اتفاق مشابهش باید بیفته، یعنی شنبه شب ایران دوباره باید بره به سمت سارانسک و معمولا اون تمرین روز که انجام میشد در مسکو که تمرین آخر هست و تاکتیکی پشت درهای بسته بود. اما این بار کارلوس کیروش تصمیم متفاوتی گرفته به خاطر اینکه میخواد که تیم ملی رو کاملا ببره تو شرایطی که آماده باشن واسه پرتغال. شاید هم مصدومانی در تیم وجود دارن و نمیخواد که کوچکترین کسی خبر داشته باشه، در صورت این بازی مرگ و زندگی برای ایران و ارنج و کوچکترین اطلاعاتی که از کمپ به بیرون درز بکنه میتونه برای پرتغالیا تاثیرگذار باشه. به علاوه اینکه خود پرتغالیا بسیار محرمانه کار میکنن، زیاد اطلاعات بیرون نمیدن و کیروش هم دوست داره که بازیکن‌ها رو کاملا علاوه ذهنی واسه اون مسابقه آماده بکنه. در صورت ما جز تنها خبرنگارای فارسی زبان بودیم که زودتر خودمون رو به مسکو رسوندیم دیروز و منم تونستم با بعضی از بازیکن‌ها صحبت بکنم. خبرنگارای پرتغالی هم اونجا بودن، گزارشی تهیه کردم که با هم دیگه میبینیم. اسپانیا و مراکش حالا متعلق به گذشتند و ایران فقط 1 فکر در ذهن دارد: صعود به مرحله دوم و زندگی بعد از گروه مرگ. کادر فنی تصمیم گرفت بعد از مسابقه اسپانیا فقط با نفراتی که در آن بازی از اول در زمین نبودند تمرین کند. ایرانی‌ها به خوبی می‌دانند که برای پیروزی در مهمترین بازی تاریخ فوتبالشان مقابل پرتغال بیش از هر چیزی به بدن‌های آماده احتیاج است. از لحاظ فیزیکی فکر کنم همه یعنی فوق‌العاده هستیم، چون تیمای دیگه هم بازی داشتن این خودمون. الان واقعا دیگه باید میرسه به دیگه به فیزیکی نباید نگاه کنیم، باید به روح آدم، به انگیزه آدم، به منتالیتی بازیکنان نگاه کنیم و بجنگیم که بتونیم یه نتیجه بگیریم، چون واقعا سود تاریخ ساز خواهد بود و امیدواریم که بتونیم برسیم. کارلوس کیروش سرمربی ایران با وجود عملکردی درخشان در این جام جهانی همچنان افسوس روزهای از دست رفته را می‌خورد. کیروش مطمئن است با حمایتی بیشتر نتایجی بهتر امکان پذیر بود. چه گفتم که ما برای طرفدارای ایران طرفدارای واقعی بازی می‌کنیم. در این حال من هنوز صورت آدم‌هایی رو می‌بینم که دروغینن و خودشونو طرفدار تیم ملی نشون میدن. راستش مردم ایران آدم‌های مهربان، احساساتی و با گذشتی هستن در ایران، اما بعضی خاطرات بدی دارن. من آدم خیلی با گذشتی نیستم و نمیخوام همینطور باشم و آدمایی که روند آماده سازی تیم ملی رو خراب کردن و فراموش نمیکنم.
اولین تمرین ایران بعد از مسابقه فوق‌العاده جلوی اسپانیا، مسابقه‌ای که با امتیاز همراه نبود اما روحیه تیم رو بسیار بالا برده و این بازیکن‌ها الان آماده هستند که تاریخ رو دوباره بنویسن و برای اولین بار ایران رو به دور دوم جام جهانی بفرستن. اما نباید فراموش کرد حریف بازی آخر ایران پرتغال است، قهرمان اروپا، تیمی که کریس رونالدو آقای گل جام جهانی تا این لحظه و آماده ترین بازیکن تورنمنت را در اختیار دارد. فوتبال بازی 11 نفره است. رونالدو یکی از بهترین بازیکن‌های دنیا است. بهش احترام می‌ذاریم. ولی من فکر می‌کنم بازی شرطش خیلی فرق نمی‌کنه با بازی که با اسپانیا کردیم. همون شرط، همون اتفاق قرار بیفته. تیم خوبیه، تیم بزرگیه، ولی ما سبک فوتبال خودمون رو داریم. سخت کوشیم، می‌جنگیم، می‌دویم. و من فکر می‌کنم که میتونیم تو این بازی با همدلی و انرژی مثبت همه مردم، همونجوری که من قبلا گفتم، ما فقط یک تیم نیستیم، ما یک خانواده ایم، ما یک ملتیم که توی زمین بازی می‌کنیم. یعنی وقتی بازی می‌کنیم 100 و چند میلیون ایرانی دارن بازی می‌کنن و من فکر می‌کنم که میتونیم بازی آخر با تلاش، با همت بهترین نمایشمون رو ارائه بدیم و بتونیم موفق باشیم. با نزدیک شدن به پایان مرحله گروهی، نیمی از تیم‌ها باید با روسیه خداحافظی کنند. اما ایران احساس می‌کند در این همسایه شمالی زیاد هم بد نمی‌گذرد. بله نادر، همونطور که دیدی شانس آوردیم که ما تنها رسانه فارسی زبان بودیم در بین خبرنگار بین اسپورت و همینطور بعضی از رسانه‌های پرتغالی. اما از ایران که بگذریم، یک نکته که باید بهتون اشاره بکنم، خبر بسیار مهمیه. اونجوری که ما مطلع شدیم، مثل اینکه جلساتی داره برگزار میشه در کمپ تیم ملی آرژانتین و ممکنه که سامپائولی مربی آرژانتین اولین اخراجی این جام جهانی در طول مسابقه ها باشه. متشکرم ازت پوریا. پوریا ژافره در مسکو. دیروز روز جهانی یوگا بود، روزی که 4 سال پیش و به خواست نارندرا مودی نخست وزیر هند، سازمان ملل متحد نامگذاری کرد با هدف تشویق صلح و درک بهتر مردم از یکدیگر. ورزشی برای جسم و روان که حالا در تقریبا همه کشورهای جهان ریشه دوانده. گزارش تیم آلمن رو ببینیم. In India. در هند مردم به یوگا اهمیت زیادی میدهند. ده ها هزار نفر دراز کشیدند، نفس عمیق میکشند و یوگا میکنند. نخست وزیرشان نارندرا مودی هم بین آنهاست، به امید ادغام سیاست و معنویت. دوستان، از توکیو تا تورنتو، از استکهلم تا ساو پائولو، یوگا بر زندگی میلیون ها نفر تأثیر مثبت گذاشته. در همه جای کشور یوگا می کنند. اینجا افسرانی از مرزبانی هند و تبت در سرمای منجمد کننده هیمالیا به خورشید ادای احترام می کنند. یا اینجا در مومبای روی عرشه یک ناو هواپیما بر. اینجا نیروهای مسلح ارتش احتمالاً مانتراهای نظامی زمزمه می کنند. اینجا دیزنی لند در پاریس است. یک کلاس یوگای مجانی برای صدها نفر. حتی گوفی هم امتحان کرد. در نیویورک، جایی که زندگی شبانه روز تند و پرتنش است، لحظه ای آرامش غنیمت است. دوست دارم یوگا کنم چون سر کار خیلی شلوغ پلوغه، اما امروز اینجا خیلی از مردم از سکوت لذت میبرند. برقراری تعادل سخته. ادغام یوگا با آلودگی هوا و سر و صدا، اما این به تمرکزم کمک کرد. در ریو زیر پای تندیس مسیح مردم برای صلح مراقبه کردند. ناماسته در ابعادی جهانی. تیم اولمن، بی بی سی نیوز. متشکریم که در این عصر جمعه با بی بی سی فارسی هستید.